درود به شما بینندگان خبر تلویزیون ایران فردا. من فریبا شیرازی با اشاره به خلاصه مهمترین گزارش‌های خبری امروز از شما دعوت می‌کنم در طول برنامه با ما همراه باشید و رویدادهای ایران و جهان را از این شبکه دنبال کنید. در طول 24 ساعت اخیر موضوع پیامدهای توافق وین و مخالفت جمهوری اسلامی با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مجتمع صنایع نظامی پارچین که آژانس خواستار بازرسی کامل آن است، آغاز حمله گسترده نیروهای ائتلاف و طرفداران دولت قانونی یمن علیه شورشیان حوثی برای بازپسگیری صنعا، سفر پادشاه عربستان سعودی به واشنگتن و هشدار کارشناسان نسبت به افزایش بیکاری و بیسوادی در ایران از مهمترین رویدادهای 24 ساعت گذشته بوده است. توجه شما را به گزارش‌های اختصاصی ایران فردا در این زمینه‌ها و مطالب دیگر جلب می‌کنم. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 4 سپتامبر به این کشور سفر خواهد کرد. این اولین سفر رسمی پادشاه جدید عربستان سعودی به آمریکا خواهد بود. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه 5 شهریور ماه با اعلام این خبر گفت سران دو کشور قرار است در مورد طیف وسیعی از مسائل با هم گفتگو کنند. وی افزود بحث در مورد راه‌های تقویت مناسبات دو جانبه، مبارزه با تروریسم و بحران سوریه و یمن از جمله مهمترین مسائلی است که به آنها پرداخته خواهد شد. به گفته آقای ارنست، این دیدار نشان از اهمیت روابط و همکاری استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی دارد. از زمان آغاز بحران یمن، روابط ایران و عربستان سعودی به شدت پرتنه شده است. ریاض به روشنی از افزایش نفوذ ایران در عراق و حمایت این کشور از حکومت بشار اسد در سوریه ناراضی است. به اعتقاد کارشناسان سیاسی انتظار می‌رود که موضوع ایران و نقش این کشور پس از توافق هسته‌ای در مذاکرات رهبران آمریکا و عربستان مطرح شود. عربستان نگران است که اجرای توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و جامعه جهانی موجب افزایش نفوذ و قدرت منطقه‌ای ایران شود. ریاض مدعی است ایران با پشتیبانی از شیعیان این کشور و بحرین و همچنین شورشیان حوثی در یمن در امور داخلی کشورهای عربی دخالت می‌کند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی قرار بود در اردیبهشت ماه امسال برای شرکت در نشست امنیتی مشترک سران کشورهای عربی و آمریکا به کمپ دیوید سفر کند، اما سفرش را لغو کرد و در عوض ولیعهد خود محمد بن نایف را به دیدار رئیس جمهوری آمریکا فرستاد. برخی ناظران در آن زمان اعلام کردند که پادشاه عربستان سعودی احتمالاً برای نشان دادن نارضایتیش از توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ با ایران برنامه سفرش را لغو کرده بود. با وجود این، پس از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی چندین مقام آمریکا به عربستان سفر کردند تا به مقامات این کشور اطمینان دهند حمایت کامل آمریکا از پادشاهی سعودی ادامه خواهد یافت. این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که در پی سفر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به ریاض، آمریکا پذیرفت تا نسل جدید از موشک‌های پاتریوت را در اختیار عربستان سعودی قرار دهد. ارزش سیستم دفاع هوایی پیشرفته پاتریوت PAC-3 بیش از 5 میلیارد دلار است و می تواند سیستم دفاع هوایی عربستان را در برابر موشک‌های بالستیک ایران تقویت کند. وزیر دفاع آمریکا در سفر به ریاض تصریح کرد استقرار 600 موشک پاتریوت در خاک عربستان سعودی منافع ملی آمریکا را تامین می‌کند و بر موازنه قدرت در منطقه تأثیری ندارد. در خبر دیگر، دولت آمریکا اعلام کرده است که یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری این کشور برای رایزنی در مورد ایران به اسرائیل سفر خواهد کرد.
آدام زوبین، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، قرار است امروز جمعه ششم شهریور ماه به اسرائیل سفر کند. این اولین سفر یک مقام ارشد خزانه داری آمریکا که بر اجرای تحریم‌های ایران نظارت دارد به اسرائیل خواهد بود. بنابر بیانیه وزارت خزانه داری، معاون امنیتی این وزارتخانه در جریان سفر خود بر تعهد آمریکا به افزایش همکاری با اسرائیل برای مقابله با حمایت ایران از تروریسم و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه تاکید خواهد کرد. قرار است فرستاده دولت آمریکا با دستیاران ارشد دولت نتانیاهو از جمله یوسی کوهن، مشاور امنیت ملی نخست وزیر، و نیز یوال اشتاینیتس، وزیر انرژی، گفتگو کند. از زمان امضای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ، مقامات ارشد دولت آمریکا بارها به اسرائیل پیشنهاد همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی گسترده دادند تا حمایت مهمترین متحد منطقه‌ای خود را از توافق جلب کنند، اما دولت اسرائیل هیچگاه رسماً این پیشنهادها را نپذیرفته است. رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به بخشی از گزارش این نهاد درباره ساخت و ساز تازه در پادگان پارچین انتقاد کرد و آن را مضحک خواند. آقای نجفی روز پنجشنبه پنجم شهریور گفت ادعا شده یک بخش کوچکی به یک ساختمان در حوالی محل مورد ادعای آژانس در پارچین اضافه شده است که معلوم نیست اصلاً چه ربطی به آژانس دارد. ایران برای ساخت و ساز در اماکن خود نیاز به اجازه آژانس ندارد که حالا آژانس بخواهد با عکس‌های ماهواره‌ای آن را رصد کند. آقای نجفی گفت آژانس بار دیگر در بخش کوچکی از گزارش به تکرار این موضوع پرداخته است. تکرار این بخش نه تنها بر اعتبار ادعاهای بی اساس قبلی نمی افزاید، بلکه نشان از بی خاصیت شدن این بخش از گزارش آژانس دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه پنجم شهریور در گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد ایران احتمالاً بخش جدیدی را در پایگاه نظامی پارچین اضافه کرده که احتمالاً از خرداد ماه در دست ساخت بوده است. بنابر گزارش محرمانه آژانس، از زمان گزارش پیشین این نهاد بین‌المللی در 8 خرداد در یکی از نقاط پارچین، آژانس از طریق تصاویر ماهواره‌ای شاهد حضور خودروها، تجهیزات و احتمالاً وسایل ساخت و ساز است. بنابر گزارش یک ساختمان تازه نیز در کنار ساختمانی که از پیش بوده ساخته شده است. پیشتر مؤسسه علوم و امنیت در آمریکا اعلام کرده بود فعالیت‌ها در پارچین احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. روز سه‌شنبه 25 اوت دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته بود که هنوز برای اظهار نظر درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خیلی زود است. او در بیانیه‌ای که به این منظور صادر کرد گفت مسائل مربوط به فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران بر اساس نقشه راهی که او و علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امضا کردند، پیگیری خواهند شد. به گفته یوکیا آمانو، هدف اصلی این نقشه راه تسریع و تقویت همکاری میان آژانس و ایران بوده و قرار است که تمامی مسائل باقی مانده تا پایان سال 2015 حل و فصل شوند. جمهوری اسلامی ایران روز 15 اوت توضیحات جامعی همراه با یک سری اسناد به آژانس تحویل داده است که همکنون زیر بررسی هستند. در تحولی دیگر درباره توافق اتمی، سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت در صورت رد توافق هسته‌ای با ایران توسط کنگره، ایالات متحده در جهان منزوی خواهد شد و نفوذش نیز کاهش خواهد یافت. خانم پاور در یادداشتی که روز چهارشنبه 4 شهریور در سایت پولیتیکو منتشر شده نوشته رأی منفی کنگره به این توافق کار دولت آمریکا را برای جلب حمایت از تحریم‌ها علیه ایران دشوار خواهد کرد.
وی نوشته است در صورت رد توافق اتمی در کنگره ما از شرایطی که ایران در آن منزوی است به شرایطی خواهیم رفت که آمریکا در آن منزوی خواهد بود. همزمان دونالد ترامپ و تد کروز دو تن از نامزدهای درون حزبی جمهوری خواهان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری رهبری تظاهراتی را بر عهده گرفتند که قرار است در واشنگتن بر علیه توافق اتمی با ایران برپا شود. آقای ترامپ روز پنج شنبه اعلام کرد ظرف یکی دو هفته پیش رو جمعیتی عظیم در واشنگتن به خیابان خواهد آمد. راهپیمایی علیه توافق هسته‌ای با ایران را تی پارتی و چند گروه دیگر سازماندهی کرده و گفتند این تظاهرات احتمالاً 9 سپتامبر 12 روز دیگر در برابر کنگره آمریکا برگزار خواهد شد. دادگاهی در مصر 12 نفر را در ارتباط با عضویت در داعش و برنامه ریزی حمله مسلحانه به نفرات ارتش و ماموران پلیس مجرم شناخته و به اعدام محکوم کرده است. منابع قضایی مصر با اعلام این خبر گفتند از این افراد تنها 6 نفر در جریان محاکمه در دادگاه حضور داشتند و سایرین به طور غیابی محاکمه و محکوم شدند. اتهام این افراد پیوستن به گروه داعش و توطئه جهت انجام حملات مسلحانه در داخل خاک مصر بوده است. اخیراً رئیس جمهوری مصر قانون جدیدی را ابلاغ کرد که شامل مجازات‌های سنگین برای فعالیت‌های خشونت‌آمیز سیاسی و عضویت در گروه‌های اسلام‌گرای افراطی است. بر اساس قانون جدید مجازات راه اندازی یا رهبری گروه مسلح تروریستی اعدام یا حبس ابد است و اعضای این گروه ها هم با دوره های زندان تا 10 سال محکوم می شوند. همچنین به پرونده متهمان عضویت در این گروه های شبه نظامی به طور فوق‌العاده و با سرعت بیشتری رسیدگی خواهد شد. از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر در تابستان 2 سال پیش، مصر شاهد افزایش فعالیت گروه‌های اسلامگرای تندرو بوده که به خصوص اعضای نیروهای مسلح را هدف قرار داده و تلفاتی را به آنان وارد کردند. مصر در ماه‌های اخیر متحمل تلفات بمب‌گذاری و انفجارهای انتحاری شده است. در تحولی دیگر خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند احمد حیاری فرمانده گردان امام حسین در شهر شوش در لازقیه سوریه به دست نیروهای داعش کشته شده است. علیرضا ایمانی جانشین فرمانده نیروهای بسیج در شهر شوش روز پنج شنبه 5 شهریور ماه گفت این پاسدار که اخیراً به سوریه اعزام شده در درگیری‌هایی در لازقیه جان خود را از دست داده است. وبسایت خبری شوش 24 در مورد جزئیات کشته شدن آقای حیاری نوشته است احمد حیاری که به همراه ارتش سوریه به ارتفاعات لازقیه رفته بود بر اثر اصابت ترکش در روز دوشنبه گذشته مجروح شده است. به گفته این وبسایت این فرمانده سپاه تا روز چهارشنبه 4 شهریور در کما بود و سپس جان خود را از دست داده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در خبر مربوط به کشته شدن احمد حیاری میگوید در 24 تیر ماه عبدالکریم قوابش که از او با عنوان 11 شهید مدافع حرم در استان خوزستان نام برده خاک سپاری شده است. لازقیه یکی از مناطق استراتژیک در سوریه به شمار می رود چندی است محل درگیری ها میان گروهی از شورشیان و ارتش و متحدان بشار اسد است. بنابر گزارش ها از ایران در درگیری های روز دوشنبه علاوه بر احمد حیاری محمد حسن حسینی خبرنگار صدا و سیمای ایران که به لازقیه اعزام شده بود نیز زخمی شده است. در خبری دیگر از عراق منابع نظامی این کشور روز پنجشنبه 5 شهریور خبر دادند یک بمبگذار انتحاری گروه داعش با حمله به یک ستون نظامی خودروی خود را منفجر کرد که بر اثر آن 2 فرمانده ارتش عراق کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که این حمله به هنگام پیشروی یک ستون از خودروهای ارتش عراق در شمال شهر رمادی مرکز ایالت انبار روی داده است. علاوه بر 2 ژنرال عراقی 3 نظامی دیگر کشته و حداقل 10 نفر زخمی شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از بیانیه نیروهای مسلح عراق که روز پنجشنبه از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد گزارش داد که بر اثر بمبگذاری انتحاری در شمال رمادی سرلشکر عبدالرحمن ابورئیف معاون فرماندهی عملیات در استان انبار
و سرتیب عبدالمجید رئیس لشکر دهم ارتش عراق کشته شدند. مراسم ترحیم دو فرمانده عراقی روز پنجشنبه در ساختمان وزارت دفاع عراق در شهر بغداد برگزار شد و حیدر عبادی نخست وزیر و خالد العبیدی وزیر دفاع در این مراسم شرکت داشتند. ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه و سنی متحد آن طی ماه‌های اخیر در استان انبار مشغول نبرد با پیکارجویان گروه خلافت اسلامی بودند، ولی پیشروی آنها تا کنون ناچیز بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی اعلام کرده در سال 1400 در بهترین حالت، یعنی رشد سالانه 5% در اقتصاد ایران، تعداد افراد بیکار به بیش از 4,100,000 نفر از جمعیت کشور رسیده و نرخ بیکاری به 15.9% خواهد رسید. این گزارش همچنین با اشاره به افزایش 5,600,000 نفر به تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در سال 1384 تا سال 1392 در این حال اعلام کرده که میزان اشتغال جوانان در این سال‌ها کاهش یافته و بیش از 2,200,000 جوان بیکار شدند. بر اساس این گزارش که بخش‌هایی از آن روز جمعه ششم شهریور ماه در خبرگزاری مهر منتشر شده، در سال 1400 در بدترین حالت، یعنی رشد سالانه 1% در اقتصاد ایران در فاصله سالهای 1394 تا سال 1400 تعداد بیکاران به بیش از 4,700,000 نفر و نرخ بیکاری به 18.2% خواهد رسید. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دستیابی به نرخ بیکاری 10% و پایین‌تر نیازمند رشد بیش از 5% اقتصاد ایران است. در همین حال علی ربیعی وزیر کار ایران روز سه‌شنبه 18 شهریور ماه 93 به لزوم رشد اقتصادی متوسط سالانه 7% برای مهار مشکل اشتغال در ایران اشاره کرد و هشدار داده بود که اگر کاری نکنیم تعداد بیکاران در سال 1400 به 10,000,000 نفر خواهد رسید. بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال 93 ایران را مثبت 3% اعلام کرده است. نرخ رشد اقتصادی در سال 91 -6.8% و در سال 92 -1.9% بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تازه خود همچنین اعلام کرده در سال‌های 1384 تا 1392 حدود 3.8 میلیون نفر از جمعیت 15 تا 24 ساله ایران کم شده است. به گفته این مرکز در این مدت تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها دو برابر شده و از 5.6 میلیون نفر به 11.2 میلیون نفر افزایش یافته که موضوع نشان دهنده فشار مضاعف جوانان تحصیل کرده برای ورود به بازار کار است. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود اعلام کرده که اشتغال جوانان کشور در فاصله سال‌های 1385 تا 1393 همواره کاهش داشته است. بر اساس این گزارش تعداد شاغلان تحصیل کرده کشور از 2,900,000 نفر در سال 84 به 4,600,000 نفر در سال 92 رسیده است. به گفته این مرکز با این حال میزان اشتغال جوانان از 4,400,000 نفر در سال 84 به 2,200,000 نفر در سال 93 افت کرده که به معنای بیکار شدن بیش از 2,200,000 نفر جوان تنها در مدت 8 سال است. بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این مراکز دولتی ایران منتشر کردند، نرخ بیکاری جوانان بیش از 2 برابر نرخ عمومی کشور است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران روز دوشنبه ششم مرداد ماه 93 گفته بود در برخی رشته‌های دانشگاهی تا 45% از فارغ التحصیلان بیکارند. پیش از آن نیز علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با اشاره به فارغ التحصیل شدن جوانان گفته بود حدود 8.5 میلیون نفر در آینده نزدیک جویای شغل خواهند بود. نظرسنجی آنلاینی که خبرگزاری رویترز انجام داده نشان می‌دهد که تعداد مخالفان توافق اتمی با ایران در میان هواداران جمهوری‌خواهان آمریکا نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.
این نظرسنجی که در فاصله 29 مرداد تا 5 شهریور انجام شده نشان می‌دهد که 54% از جمهوری‌خواهان شرکت کننده در این نظرسنجی مخالف برداشتن تحریم‌های ایران در مقابل محدود کردن برنامه اتمی این کشور هستند. این رقم در ماه آوریل 30% بوده، یعنی از ماه آوریل تا کنون 24% به مخالفان توافق اتمی با ایران در میان جمهوری خواهان افزوده شده است. در مقابل تعداد موافقان توافق اتمی در میان طرفداران دموکرات ها نیز نزول کرده است. در ماه ژوئیه 52% از دموکرات های شرکت کننده در این نظرسنجی حامی توافق اتمی بودند، در حالی که این درصد در ماه اوت به 46 نزول کرده است. مخالفان توافق اتمی در میان دموکرات ها اما تقریبا ثابت مانده است، 16%. جمهوری خواهان موافق توافق اتمی در اوایل ماه ژوئیه حدود 26% بودند، حالان که رقم آنها اینک به 19% رسیده است. بیش از 2/3 پاسخ دهندگان جمهوری خواه، یعنی حدود 71%، گفتند که در صورتی که نمایندگان آنها در کنگره توافق اتمی با ایران را تایید کنند، دیگر به آنها رأی نخواهند داد. در میان پاسخ دهندگان دموکرات تنها 17% گفتند که در صورت تایید توافق اتمی با ایران به نمایندگانشان رأی نخواهند داد و 47% گفتند که در صورت تایید توافق اتمی همچنان به نمایندگانشان رأی خواهند داد. در مجموع 63% شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که نمیتوان به ایران اطمینان کرد که به تعهداتش در توافق اتمی پایبند بماند. 68% پاسخ دهندگان جمهوری خواه نیز گفتند که به نظر آنها ایران پس از توافق اتمی تبدیل به تهدید بزرگتری برای ایالات متحده خواهد شد. این رقم در ماه ژوئیه 64% بود. در میان دموکرات ها کسانی که معتقد به این مسئله هستند تنها 33% است. مجموعاً 2015 نفر در این نظرسنجی اینترنتی شرکت کردند که از میان آنها 808 نفر وابسته به حزب دموکرات، 704 نفر جمهوری خواه و 279 نفر هم مستقل بودند. این نظرسنجی با خطای 2.5% قابل تعمیم است. دموکرات ها معتقدند رأی کافی برای تایید توافق اتمی با ایران در کنگره را دارند، اما آنها برای آنکه بتوانند از وتوی اوباما برای نجات توافق استفاده کنند راه سختی در پیش دارند. برای آنکه اوباما بتواند رأی مخالف کنگره به توافق اتمی را وتو کند، به رأی 34 سناتور دموکرات نیاز دارد. یکی از سناتورهای دموکرات گفته ما در حال نزدیک شدن به این رقم هستیم. تا کنون 29 سناتور دموکرات موافقتشان را با توافق اتمی ایران اعلام کردند. اوباما برای نجات توافق اتمی از طریق وتو به رأی 2/3 نمایندگان سنا و مجلس قانونگذاران آمریکا نیاز دارد. نمایندگان سنا گفتند که انتظار دارند تا روز 8 سپتامبر که نمایندگان کنگره از مرخصی برمیگردند و تا 17 سپتامبر که قرار است توافق اتمی به رأی گذاشته شود، بتوانند این تعداد از نمایندگان را برای رأی موافق راضی کنند. برای آنکه نیازی به استفاده از حق وتوی رئیس جمهور نباشد، باید 41 سناتور جمهوری خواه با توافق اتمی ایران موافقت کنند. همه چیز از روز 23 ماه ژوئیه حدود یک ماه پیش آغاز میشه، وقتی که وکیل مدافع خانواده سلطنتی مراکش مقامات فرانسوی رو در جریان میگذارد، مبنی بر اینکه یک روزنامه‌نگار فرانسوی آقای اریک لوران، روزنامه‌نگار سرشناس که دربارش خواهیم گفت، و همینطور یک روزنامه‌نگار زن خانم کاترین گراسیه که اونی قبلا کتاب‌های معتبری چاپ کرده، قصد اخاذی و حق و سقوط گرفتن از پادشاه مراکش هستند. مسائل اینگونه دنبال می‌شود که این دو روزنامه‌نگار مدعی
مطالعه می شوند که 3 میلیون یورو خواهند گرفت تا کتاب جدیدی رو که افشا کننده هست به قول آنها علیه پادشاه مراکش چاپ نکنند. قرار می شود که روز گذشته پنجشنبه مبلغ پیش پرداخت آنها پرداخت بشه و به هنگام انجام پرداخت پول هر دو روزنامه‌نگار دستگیر می شوند. در این لحظه تصاویر خانم کاترین گراسیا رو مشاهده میکنید که در سال 2012 کتابی در مورد ثروت پادشاه مراکش سلطان محمد ششم چاپ کرد و گفت که ثروت او از زمان آغاز سلطنتش 5 برابر شده. در تلویزیون سوئیس مصاحبه داشت و از اون طرف آقای اریک لوران که او نیز کتاب‌های بسیار شناخته شده چاپ کرده، او نیز به تلویزیون آمد. در این لحظه تصاویر او رو مشاهده میکنید که این هر دو در بازداشت به سر میبرند و تحقیقات در این باره ادامه داره. در مورد کتاب های اریک رولان باید بگویم که 9 سپتامبر کتاب جدید او با عنوان سودهای میلیاردی بانک و بحران برای ما قرار است چاپ بشه و قبلا هم در سال 2006 چهره پنهان نفت رو چاپ کرده بود و مهمتر در سال 1993 بوش، ایران و مسئله موشک. در نتیجه تلویزیون های زیادی گهگاه به سراغ او رفتند و گفته های اغلب ناباورانه او رو شنیدند. مدیر انتشارات سوی که یکی از مشهورترین و معتبرترین مدیر انتشارات هست گفته است که تعجب میکنه او در جریان چاپ چنین کتابی بوده، اما فکر نمیکرده که این دو نویسنده قصد اخاذی داشتن. به هر حال تا این لحظه همه آنچه که گفته شده است ثابت نشده، ادعای وکیل و گفته های دو روزنامه نگار است که به هر حال در هنگام دریافت پول دستگیر شدند. قطعا در روزهای آینده مطالب بیشتری در این باره منتشر خواهد شد. منابع یمنی مورد حمایت عربستان سعودی میگویند نیروهای کمکی ائتلاف عربی وارد منطقه صافر در استان معارب شده است. به گزارش سایت العربیه این منابع گفتند نیروهای کمکی شامل خودروهای زرهی، تانک، نفربرهای زرهی، موشک‌انداز و دیگر سخت افزارهای نظامی است. بنابر این گزارش سلاح‌ها و تجهیزات نظامی به جبهه‌های مختلف برای آزادسازی معارب و الجوف اعزام می‌شوند تا کار پاکسازی کامل شبه نظامیان حوثی و نیروهای حامی علی عبدالله صالح را در این مناطق انجام دهند. این منابع می‌گویند این اقدام به منزله بازگشایی راه برای نبرد در صنعا پایتخت یمن است. همزمان ریاض یاسین وزیر امور خارجه یمن گفت نیروهای دولتی این کشور قصد دارند تا 8 هفته آینده عملیات خود را برای بازپسگیری صنعا از شبه نظامیان حوثی و متحدانشان یعنی نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن آغاز کنند. صنعا پایتخت یمن از شهریور سال گذشته با کمک نیروهای وفادار به ساله به تصرف شبه نظامیان حوثی در آمده است. ریاض یاسین روز پنجشنبه 5 مرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت نبرد صنعا تا 8 هفته دیگر آغاز خواهد شد. این نبرد به طور عملی اکنون آغاز شده است که به بازپسگیری صنعا خواهد انجامید. نیروهای دولتی یمن و نیروهای مقاومت مردمی هوادار عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری این کشور از پشتیبانی هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و همراهی نیروهایی از امارات متحده عربی برخوردارند. در همین حال روزنامه فرامنطقه از شرق الاوسط از یک منبع نظامی بلندپایه گزارش داده است که حدود 50 تن از نیروهای ویژه سعودی برای آموزش نیروهای محلی به عدن رسیدند. آغاز عملیات به رهبری عربستان سعودی در یمن در حالی است که عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرده است راه حل سیاسی مبتنی بر قطعنامه 2216 شورای امنیت تنها راه پایان دادن به بحران یمن است. به گزارش العربیه
آقای الجبیر روز چهارشنبه چهارم شهریور در کنفرانسی در لندن گفت عربستان سعودی متحد به بازسازی یمن است. در تحولی دیگر در یمن 5 عضو شاخه القاعده در یمن بودند. روز چهارشنبه چهارم شهریور توسط یک پهپاد آمریکایی در شهر مکلا کشته شدند. به گفته یک مقام دولتی در یمن این حمله هنگامی که اعضای شبکه مزبور در منزلی تشکیل جلسه داده بودند صورت گرفت. در حملات مشابهی در روزهای جمعه و شنبه گذشته 7 عضو دیگر القاعده کشته شده بودند. مکلا یکی از مناطق عمده تحت کنترل جهادگران القاعده در یمن محسوب می شود. شاخه القاعده در شبه جزیره عربی با استفاده از آشفتگی حاصل از جنگ میان نیروهای دولتی از یک سو و شبه نظامیان حوثی و متحدان آنان از سوی دیگر 5 ماه پیش کنترل شهر مکلا مرکز ایالت پر اهمیت حضرموت را به دست آورد. اعضای این گروه در برابر حملات ارتش یمن و پیشروی‌های اخیر آن روز گذشته چند ساختمان دولتی را منفجر کردند و پست‌های کنترل در نقاط حساس شهر برقرار کردند. ناصر الوهیشی رهبر القاعده در یمن که نفر شماره 2 این سازمان در سطح جهانی نیز محسوب می‌شد، در ژوئن گذشته در حمله یک پهپاد آمریکایی کشته شد. درگیری‌ها در یمن در حالی شدت گرفته است که سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه پنجم شهریور ائتلاف عربی تحت رهبری عربستان را به استفاده از راکت‌های مجهز به مهمات حوثی‌ای متهم کرد. به گزارش دیدبان حقوق بشر این حملات در حدود 3 ماه پیش صورت گرفته است. به گفته این سازمان مهمات خوشه‌ای هم به هنگام استفاده و هم پس از آن تلفات و زیانهای جسمانی فراوانی در میان غیر نظامیان به بار آورده است. دیدبان حقوق بشر گزارش خود را بر پایه بازدیدهایی که از 4 منطقه مختلف به عمل آورده تدوین کرده است. قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کمیسیون ویژه‌ای برای تحقیق درباره نقض حقوق جنگی توسط طرفین متخاصم در یمن تشکیل دهد. پلیس اتریش روز جمعه در کنفرانس خبری جزئیات بیشتری در مورد این تراژدی مرگبار ارائه داد، از جمله آنکه 3 تن از عاملان در مجارستان بازداشت شدند. به گفته سخنگوی پلیس اتریش، یکی از عاملان که هدایت این کامیون را بر عهده داشته شهروند بلغارستان با تباری لبنانی است. 2 فرد دیگر نیز شهروند بلغارستان و مجارستان هستند. دولت اتریش روز پنجشنبه 5 شهریور اعلام کرده بود که پلیس این کشور در کامیونی که در یکی از اتوبان‌های این کشور در نزدیکی مرز مجارستان رها شده، جسد حدود 50 پناهجو را کشف کرده است. روز جمعه اما اعلام شد که شمار کشته شدگان به مراتب بیشتر است و از مرز 70 نفر نیز گذشته است. ماموران پلیس این کامیون را در مرز مجارستان پیدا کردند. این کامیون سپس در فضایی سردخانه مانند مورد بازرسی قرار گرفت. روز پنجشنبه اعلام شده بود که پناهجویانی که جسد آنها در این کامیون کشف شده، احتمالاً بر اثر خفگی جان خود را از دست دادند. مقامات پلیس اتریش در این میان گفتند که پزشکی قانونی جسد یکایک قربانیان را مورد آزمایش و بررسی قرار می‌دهد تا به علت مرگ هر یک از افراد به طور مشخص پی ببرد. نتیجه نخستین تحقیقات حاکی از آن است که پناهجویان نه در اتریش بلکه در حین سفر به این کشور جان سپردند، یعنی 1.5 تا 2 روز پیش از رسیدن به نقطه کشف کامیون مزبور. این کامیون شماره مجارستان را دارد و احتمالاً از بوداپست به سمت اتریش به راه افتاده بود. پلیس اتریش در پی این تراژدی تحقیقات گسترده ای را برای کشف جزئیات واقع آغاز کرده و در تلاش شناسایی و بازداشت عاملان است که برای باندهای قاچاق انسان کار می کنند. پلیس مجارستان نیز برای پیشبرد کار با اتریش همکاری می کند. یک روزنامه اتریشی گزارش داد که 3 تن از عاملان احتمالی در مجارستان بازداشت شدند. همچنین گفته می شود که سازمان دهندگان و اعضای اصلی این باندها در رومانی به سر می برند. مقامات رسمی پلیس و وزارت کشور اتریش هنوز صحت این خبر را تایید نکردند.
وزیر کشور اتریش پیشتر ضمن ابراز تأسف از این تراژدی مرگبار، قاچاقچیان انسان را افرادی بزهکار خوانده بود. سفیر مجارستان در آلمان نیز روز جمعه 28 اوت از لزوم همکاری نزدیکتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مقابله با باندهای قاچاق انسان تأکید و تصریح کرد. پلیس مجارستان تا ماه اوت سال جاری میلادی موفق به بازداشت نزدیک به 800 تن از اعضای باندهای قاچاق انسان شده است. سواحل لیبی نیز بار دیگر شاهد سانحه‌ای مرگبار برای پناهجویان بود. خبرگزاری رویترز روز جمعه 6 شهریور گزارش داد که یک کشتی با حدود 400 سرنشین پناهجو در سواحل لیبی واژگون شده است. گفته می شود که این کشتی از بندر زواره واقع در غرب لیبی این سفر پرخطر را آغاز کرده و چندی پس از حرکت دچار مشکل شده و در فاصله 1 کیلومتری ساحل واژگون شده است. شهر بندری زواره که در یکی از مراکز فعالیت‌های باندهای قاچاق آوارگان و پناهجویان محسوب می‌شود، در 160 کیلومتری غرب ترابلوس پایتخت لیبی قرار دارد. گارد ساحلی لیبی اعلام کرد که موفق به نجات جان حدود 200 تن از سرنشینان شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جسد 10 تن از سرنشینان از آب بیرون کشیده شده، اما این نگرانی وجود دارد که شمار غرق شدگان این سانحه مرگبار به 200 نفر برسد. یکی از ساکنان شهر زواره به سرویس جهانی بی بی سی گفته است که حدود 100 جسد به بیمارستان این شهر منتقل شدند. به گفته او، اکثر قربانیان از سوریه، پاکستان، بنگلادش و برخی کشورهای آفریقایی بودند. هر روزه صدها نفر می‌کوشند خود را از راه‌های دریایی از آفریقا به اروپا برسانند. بسیاری از آنها در جریان این سفر پرخطر جان خود را از دست می‌دهند و اگر بخت به آنها یار باشد، با کمک گاردهای ساحلی و نیروهای امدادگر از میان آب‌ها نجات می‌یابند. طبق اعلام سازمان ملل متحده در سال جاری میلادی حدود 2500 پناهجو که قصد داشتند از طریق آبهای دریای مدیترانه به اروپا مهاجرت کنند در راه جان خود را از دست دادند. همچنین گفته می شود که در سال جاری میلادی دست کم 100 هزار آواره و پناهجو از طریق راه‌های آبی خود را به ایتالیا و 160 هزار نفر نیز خود را به یونان رساندند. صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، حزب متعلق به کردهای این کشور، اخیراً یک مصاحبه‌ای رو با خبرگزاری اسپونتیک روسیه انجام داده که نکات مهمی در این مصاحبه دیده میشه، به ویژه در مورد نقش کردها و آینده سوریه. نخست اینکه یک بار دیگه آقای مسلم تاکید میکنه که کردهای سوریه هیچ قصد و برنامه‌ای برای جدا شدن از سوریه ندارن. در واقع به طور مشخص ایشون داره پاسخ نگرانی‌های دولت ترکیه رو میده که همواره گفته نمیخواد شاهد ایجاد یک دولت مستقل کردی در شمال سوریه باشه و به نوعی آقای مسلم میخواد که این فشار تبلیغاتی دولت ترکیه رو که حتی الهام بخش یک سری اقدامات سیاسی و تحرکات نظامی ترکیه هم شده از روی دوش کردهای سوریه برداره. آقای مسلم میگه کردها بخش مهمی از ملت سوریه هستن و پیده یا حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه میخواد که بخشی از سوریه باقی بمونه. او همینطور اشاره میکنه به تلاش دولت ترکیه برای ایجاد منطقه حائل در سوریه و اهدافی که پشت این تئوری هست و میگه که این مسئله ای هست که تنها در ترکیه و رسانه‌های این کشور مطرح میشه و به جز ترکیه کسی خواهان این موضوع نیست. نه قدرت‌های خارجی مثل امریکا، نه حتی کردها، عرب و ترکمن‌هایی که در داخل سوریه هستن. اما نکته مهمتری که آقای صالح مسلم بهش اشاره میکنه و در واقع موضوعی هست که اساس نگرانی های ترکیه از اونجا میاد، مسئله احتمال اتصال دو کانتون کوبانی و افرین هستش. چرا این مسئله مهم هست؟ به این دلیل که از سه کانتون یا استان کردی در شمال سوریه
فعلا دو کانتون در تملک نیروهای کردی هست و اگر کانتون سوم یعنی افرین به این دو کانتون افزوده بشه، به واقع به شکل محسوسی موقعیت استراتژیکی رو در شمال سوریه برای کردها فراهم میکنه که حتی این موضوع میتونه کردها رو مستقیما به دریای آزاد و مدیترانه متصل بکنه. ترکیه نگران هست در صورتی که کردها بتونن منطقه اعزاز رو که فعلا در اشغال داعش هست آزاد بکنن، اون موقع با توجه به سمپاتی که پکاکا به کردهای سوری داره، وزنه کردها در جنوب ترکیه سنگین‌تر بشه و به واقع این موضوع یک برانگیختگی رو در میان استانهای کردنشین ترکیه برای استقلال ایجاد بکنه. و اتفاقا ترکیه در همین حوزه جغرافیایی هم میخواد منطقه حائل یا منطقه امن رو ایجاد بکنه که به نوعی مانع دسترسی کردها به این هدف بشه، اگرچه این موضوع رو به وضوح اعلام نکرده. اما صالح مسلم البته در مصاحبه اخیرش میگه اگرچه کردهای زیادی در این مناطق زندگی میکنن، ولی ما فعلا برنامه‌ای برای اتصال کانتون افرین به کوبانی نداریم. اما او این احتمال رو هم رد نکرده که در آینده کردها ممکن هست تصمیم بگیرن افرین رو به کوبانی متصل بکنن. همینطور رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان آقای صالح مسلم در مورد ارتباط حزب خودش با دولت ترکیه گفته فعلا ارتباط ما راکت است و ارتباطی با دولت ترکیه نداریم. اشاره بکنم پیش از رویدادهای اخیر در شمال سوریه، رهبران این حزب از جمله خود آقای صالح مسلم به تناوب با مقامات سیاسی ترکیه ارتباط مستقیم و روابط نسبی داشتند. با این حال اگرچه این چندمین باری است که کردهای سوری اعلام کردن قصد تشکیل یک کشور مستقل رو ندارن و قصد جدا شدن از سوریه در برنامه اونها نیست، اما به نظر میاد ترکیه در واقع بسیار نگران تر از آن هست که تنها به گفته های شفاهی مقامات این حزب کردی اکتفا کنه و از مدت ها قبل برنامه ایجاد منطقه حائل رو در شمال سوریه در دستور کار خودش قرار داده. جواد هروی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است آمار بالای بیسوادی در دراز مدت سایه سنگین خود را بر توسعه علمی و بازارهای جهانی خواهد انداخت و مانند ترمز در حرکت رو به جلوی ما خواهد بود. این اولین بار نیست که یکی از مسئولان به آمار 10 میلیونی بیسوادی در ایران اشاره می کند و آنطور که به نظر می رسد دست کم در آینده نزدیک آخرین بار هم نخواهد بود. اردیبهشت ماه سال گذشته نیز علی باقرزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران به خبرگزاری تسنیم گفته بود حدود 10 میلیون نفر در ایران بی سواد مطلق هستند که حدود 3.5 میلیون نفرشان بین 10 تا 49 سال و 6 میلیون نفر آنها بالای 50 سال سن دارند. آمار در این حال حکایت از آن دارد که بخش عمده این بیسوادی به دلایل گوناگون اجتماعی شامل حال زنان می شود. مطابق هدف گذاری های برنامه پنجم توسعه تا پایان سال جاری بیسوادی در میان افراد 10 تا 49 ساله ایران باید ریشه‌کن می شد. اما آماری که مسئولان ارائه کردند نشان می دهد که پس از گذشت یک سال هیچ گونه پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز پنجشنبه پنجم شهریور ماه گفت نهضت سوادآموزی عملا نتوانست به جنگ با بیسوادی برود و پیروز شود. او هشدار داد آمار 10 میلیون بیسواد یکی از نارسایی های ما در شاخص های تولید علم است. علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی که روز چهارشنبه 4 شهریور ماه برای بررسی وضع مشکلات سوادآموزی به استان آذربایجان غربی رفته است در ارومیه به خبرنگاران آماری ناامید کننده تر داد. او از 20 میلیون کم سواد و بی سواد در ایران سخن گفت و اضافه کرد آذربایجان غربی در ردیف 6 استان آخر کشور از نظر تعداد بی سوادان است. رئیس نهضت سوادآموزی اردیبهشت ماه سال گذشته نیز گفته بود شماره کم سوادان 11 میلیون نفر است و روشن کرده بود که منظور از کم سوادان کسانی هستند که تحصیلات آنها معادل دوره ابتدایی است.
7.5 میلیون نفر از این افراد زیر 50 سال هستند که می توانند برگشت به بیسوادی داشته باشند و به جمعیت 3.456.000 بیسواد زیر 50 سال اضافه شوند. دولت برای مبارزه با بیسوادی سیاست هایی نیز در نظر گرفته است که از تشویق تا تنبیه را شامل می شود. از جمله رایگان بودن سواد آموزی برای همه در سال 94، رایگان بودن لوازم التحریر و کتاب و پرداخت 10% هزینه رفت و آمد. همچنین گفته شد پرداخت مستمری به کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند همراه با ثبت نام و آموزش سواد آموزی خواهد بود و در غیر این صورت متقاضیان از سیاست‌های حمایتی این دو نهاد نیز محروم می‌شوند. اما ظاهراً نه سیاست‌های تشویقی تاکنون در مبارزه با بیسوادی به موفقیتی قابل ملاحظه دست یافته و نه سیاست‌های تنبیهی، و مشکل بیسوادی به همان ابعاد سال‌های گذشته است. جواد هروی در سخنان خود به یک نکته قابل تأمل دیگر نیز در رابطه با سطح گسترده بیسوادی اشاره کرده است. او گفته بیسواد تنها به معنای کسی نیست که نمی‌تواند بنویسد. معنای دیگر بیسواد افرادی هستند که متاسفانه وزنه اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب می‌شوند اما دانش لازم را برای تصدی این مسئولیت‌ها ندارند. ریشه‌کن کردن بیسوادی نیازمند مسئولانی شایسته و کارآمد، بودجه کافی و برنامه‌ریزی درازمدت برای توسعه است. توسعه‌ای که به میلیون‌ها بیسواد و به بخش بزرگی از کم‌سوادها امکان و فرصت سوادآموزی بدهد. شمار کودکان بازمانده از تحصیل مطابق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 3 میلیون نفر است. شهریور ماه گذشته عطاالله سلطانی صبور، یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت محرومیت‌های اجتماعی و گسترده شدن مشکلات معیشتی و بی‌توجهی مسئولان به ریشه‌کن کردن بیسوادی عواملی هستند که سازمان نهضت سوادآموزی را از هدف اولیه خود دور کرده است. مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است تمام امکانات خود را برای اموری چون آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار گیرد. وجود میلیون ها کودک و نوجوان که به دلیل فقر خانواده ها مجبور می شوند تحصیل را کنار بگذارند و کار کنند، در کنار صدها هزار کودک بازمانده از تحصیل نشان می دهد که از زمان تشکیل جمهوری اسلامی تا کنون تمام دولت‌ها در اجرای اصل یاد شده کوتاهی کردند. سازمان نهضت سوادآموزی از سال 1390 با وزارت آموزش و پرورش ادغام شده و به عنوان یکی از معاونت‌های این وزارتخانه فعالیت می‌کند. ظرف سال‌های گذشته بیشترین دغدغه این وزارتخانه اسلامی کردن محتوای درسی و فضای آموزشی بوده تا سوادآموزی.